تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. خدا با ما حرف میزنه، ما رو آفرید و هدایت کرد، سر سفره وحی نشوند. ما هم کم کم با سخنان خدا آشناشیم. از اول قرآن که شروع کردیم، آیه به آیه هر آیه چند دقیقه تفسیرشو میگیم، تفسیر روان و ساده و فشرده و قطره‌ای. هفت جز گفتیم، تو جز هفتم هستیم و سوره انعام و الان آیه 97 با هم بشنویم. و هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. آیاتی که در قبلم گفتیم، این آیات داره خداشناسی رو میگه، جلوه های خدا رو میگه در آفریده ها. و هو الذی جعل لکم النجوم، او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد. جعل لکم النجوم لتهتدوا بها، تا در فی ظلمات البر و البحر، تا در تاریکی های خشکی و دریا به وسیله این ستاره ها راه را پیدا کنید. قد فصلنا الآیات، قطعا ما نشانهایی را برای قومی که آگاه و دانا هستند به تفسیر روشن ساختیم. برای شما ستاره آفرید، در تاریکی های سفرهای دریایی زمینی از طریق ستاره ها راه پیدا میکنید. علم هیئت از قدیمی ترین علومه و بشر همیشه باش سر کار داشته. آشنایی و راهیابی از ستاره ها 5 امتیاز داره. یکی همیشه هست، چون اگر بگن با برق، خب برق گاهی هست گاهی نیست، آتش گاهی روشنه گاهی خاموشه. انسان راه را از ستاره یاد خواسته شد گیره. همیشه هست، یک دست نخورده است، دو طبیعی است، سه عمومی است، هر کسی نگاه کنه میتونه بفهمه، چهار خرجم نداره، پنج یعنی شناختن جاده از ستاره قدیمی ترین، ارزان ترین، عمومی ترین، راحت ترین، دست نخورده ترین، طبیعی ترین راه هست. هو الذی، خدا ستاره را آفرید تا از راه ستاره راه را پیدا کنید. به همین خاطرم اصولا دین ما با طبیعت گره خورده. ما برای وقت شناسی نیاز به خورشید و ماه و ستاره داریم، بره قبل شناسی، بره ماه گرفتن، خورشید گرفتن، نماز آیات، نماز اول ما، آخر ما. اینها باعث شد که این مسلمان ها سراغ علم هیئت برون و رصدخانه هایی ساختن در مراغه، در قاهره، در اندلس، بغداد، دمشق. و مسلمان ها در ستاره شناسی و علم هیئت سابقه خیلی خوبی دارن. جالب اینه که این آیه میگه که لتحت دو بها فی ظلمات البر و البحر. در انسان چند تا سفر دریایی پیدا میشه؟ الان که سفر دریایی زیاده است و کشتی و قایق زیاده، مثلا هر به چند نفر سفر دریایی میکنه. در این حال میگه این ستاره رو آفریدم که تو دریا از راه ستاره خط تو گم نکنی. وقت چطور میشه که خداوند بره سفر دریایی که برای بعضی افراد در بعضی ایام پیش میاد، خدا ستاره رو قرار بده که لتحت دو، تو آیه میگه لتحت دو، بده که هدایت بشید. وقت ما صبحتشون دنبال انواع انحراف هستیم، امام نمیخوان، پیغمبر نمیخوان. یعنی خداوند برای کاری که در عمرمون، مثل کسی که عرض کنم که یک فرض کنید تو خونش مثلا آمپول قرار بده که برای که اگر مریض شد آمپول داشته باشه بزنه، اما مثلا پتو نداره که هر شب باید بخوابه. میشه ما تو قبول کنیم که خداوند برای هدایت بشر تو در سفرهای دریایی ستاره قرار داد، اما برای هدایت بشر بگیم نه، همینطور بشر رها شد و نه نبوتی و نه امامتی و ایناست. به همین خاطر هم روایاتی داریم که میفرماد این آیه یکی از مصادیق معنویش و باطنش، ظاهرش اینه که این ستاره است ولی باطنش اینه که امامان اهل بیت هستند. در احادیث مراد از ستارگان
که هدایت کننده هستن رهبران معصوم و اولیاء خدا هستن. روایتش در تفسیر کنز الدقایق هست. خب این آیه درسی که ما اول میگه که هو الذی جعل، خود خدای ستاره را قرار داد. یعنی چه؟ یعنی ستاره ها خودش هم مخلوقن، خالق نیستن، برخلاف ستاره پرستا که فکر میکنن که اینها خالقن و مدبرن. نخه، اینها خودشون هم تحت تدبیر و مخلوق هستن. نظام ستاره ها به قدر دقیقه که شما میتونید راه های زمینی رو با آن هماهنگ کنی ده تحت دوبه ها. منطقه بعد گفته لقوم یعلمون، از این ستاره ها و از این آفرینش کسی استفاده میکنه که لقوم یعلمون بخواد بدونه. من بارها مثال زدم، شما اگر بخواهی یقظه صاف کنی با نگاه تو آینه با یک نگاه یقظه صاف میکنی، اما اگر نخواهی یقظه صاف کنی حتی اگر شغلت آینه فروش باشه و یقظه کج باشه و صبح تو شما تو مغازه آینه فروشی با آینه ها نگاه کنی، آخرش من باز یقظه صاف نمیکنی، چون شما میخوای آینه بفروشی نمیخوای یقظه صاف کنی. ممکنه افرادی که عبور میکنن از کنار مغازه با یه نگاه یقظشون صاف کنن، ولی خود آینه فروش یقظش کج باشه و دائما هم نگاه کنه یقظش صاف نکنه. چرا؟ چون او که نگاه میکنه عبوری با یک نگاه میخواهد یقظش صاف کنه، با او آینه فروش که یقظش کج تو مغازه صافشون با آینه نگاه میکنه نمیخواهد یقظش صاف کنه. ولی گفته لقوم یعلمون، کسی اگر بخواهد بداند میداند. عمر شما تو ماشین بنشینی اگر نخواهی رانندگی یاد گیری رانندگی یاد نمیگیری، اما اگر 30 ساعت بخواهی یاد گیری رانندگی یاد میگیری. لقوم یعلمون. خب آیه 97 هم تمام شد. این آیه نعمت ستاره ها رو میگه و نقش ستاره ها در نجات بشر از تاریکی ها در سفرهای دریایی صحرایی که ما استفاده کردیم، که اگر خداوند برای هدایت سفرهایی که گاهی پیش میاد تو دریا هادی فرستیده، راهنما فرستاده، میشود برای هدایت بشر که در طول عمرش در مسائل سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، علمی، فکری، عقیدتی دائما در ظلمات هست بگیم خداوند رهبر و پیغمبر امام نفرستاده. آیه 97 هم در اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.